بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان بسیار عزیز، صبح شما بخیر. امید است که روز به خوبی و خوشی آغاز نبوده باشین. درس دوم مربوط به تکسانومی گیاهی یا سیستماتیک گیاهی است. در اینجا ما بحث ما روی نباتات فنیروگامیا یا نباتات گلدار و سپرماتوفایتا یا نباتات تخمدار است. در مجموع این گروه از نباتات به دو گروه تقسیم میشن، یکی جیمنوسپرم ها یا نباتات ظاهر البذر، به معنا و مفهومی که این نباتات تخم و تخمیشان در یک ساختمان سرباز و لوچ قرار داره و گروه دیگه از این نباتات آنجیوسپرم هاست، یعنی نباتاتی که تخم تخمیشان در بین یک ساختمان بسته به نام تخمدان محفوظ و پنهان است. جیمنوسپرم ها عمدتا دارای 4 سب دیویژن هستند یا دیویژن هستند: کونیفر و فایتا، سیکاد و فایتا، جنکو فایتا و نیتو فایتا است. آنجیوسپرم ها شامل نباتات تخمدار حقیقی یا گلدار حقیقی هستند که به نام آنتوفایتا یاد میشه یا مگنولیوفایتا یاد میشن. به دو کلاس تقسیم میشن، یکی کلاس مونوکوت یا مونوکوتیلیدون یا یک مشیمه ها، و کلاس دو مشیمه ها یا دایکوت یا دایکوتیلیدون. دیویژن عالم نباتات به اساس کرکترهای یا اوصاف تکثری و سیستم وعایی به 12 فایلم تقسیم شده: بریوفایتا یا موزها یا پوپنک های لعابی، نباتاتی که توسط عمل دیویژن یا انتشار عمل جذب و دفر انجام میتن، سیستم وعایی ندارن، یعنی رگ ندارن، زایلم و فولی هم ندارن. هپاتوفایتا یا لیور وورد که هم از امی گروپ است، تنادر ساختمان مورفولوژی که خود بدنیشان و برگایشان متفاوت است، یعنی برگایشان شکل کبد مانند یا جگر مانند است، اینا رو به نام جگرواشان میگن. آنتوفایتا یا هورن وورتس یا نباتاتی که از امی گروپ بریوفایتا است، نباتاتی که بین البین بین موزها و لیورورد هاست، یعنی یک قسمت صفات بریوفایتا را موزها را داره و یک مقدار صفات لیورورد ها را داره. فایلم چهارم لیکوفایتا هاست، این جمله نباتات در قد کرپوگم رگدار است که به نام کلوب موزها هم یاد میشن. فایلم پنجم پسیلوفایتا یا سرخس‌های هوکس است، سرخس‌های ویکس است دوستا، که اینا نباتاتی هستند که ساقه های شاخچه های مدور یا استوانوی دارن و فاقد برگ هستند یا برگای بسیار کوچک دارن. اکویزیتوفایتا یا هار ستایل یا دومه اسپان است، نباتاتی هستند که ساقه هایشان شاخچه هایشان بندار است. هفتم تیروفایتا یا سرخس ها است که درخت لین های بزرگ درخچه ها تا درخت های هستند که در حقیقت برگ های بسیار خاص دارند و اینا در حقیقت از جمله نباتات رگدار لیکن گموفایت هستند، هنوز طرز تکثرشان توسط سپور است. هشت سیکادوفایتا یا سیکاد ها هستند که اینا مربوط به جیمنوسپرم ها هستند
و جنكو فايتها يا جنكو كي هم جملة فايلماي مشهور جيمنوسبرماز و كوني فيرو فايتا يا پاینو فایتا یا کونیفیرها نباتاتی که کون تولید میکنن ساختمان چوبیه که ساختمان هرم یا مخروطی داره در بین خود در قد شلفایی داره که برای جا برای جا باجایی تخم و تخمه به شکل لچ در قد در اونجا قرار میگیرن و به این رقم نیتو فایتا یا انواع یا گروپ افدره ها که در قد مربوط به جیمنوسپرم هاست لیکن جیمنوسپرم هایی که بین البین بین سایر جیمنوسپرم ها و آنجیوسپرم هاستن یعنی در اینجا تخم تخمه در بین یک ساختمان نیمه برهنه یا نیمه بسته قرار داره. مشهورترین نباتات ای گروپ انواع نباتات خانواده افدرت تشکیل میده. همچنان فایلم 12 آنجیوسپرموفایتاس آنجیوسپرموفایتا یا نباتات تخمدار و گلدار هستند. بریوفایتا دوستای عزیز که جمله نباتات نان واسکولار پلان یا نباتات غیر بیایی هستند، خصوصیات عمدهش اینا نباتات فاقد تخم هستند، نباتاتی هستند که نضج ویایی ندارند، نباتاتی هستند که نضج چوبی ندارند، ساختمان ریزوید یعنی فاقد ریشه‌های حقیقی هستند، یک ساختمان که بسیار عادی و معمولی ساده و ابتدایی به نام ریزوید هست. همچنان اینا در محیط آبی زندگی میکنند، به آب ضرورت دارند. همچنان در جایی که سایه شدید باشه در اونجا زندگی میکنن. همچنان به شکل بسیار به هم پیوست به شکل پاکت به هم زندگی میکنن. اینا فاقد ریشه های حقیقی، ساقه های حقیقی و برگ های حقیقی هستن. بعضن دارای سپرماتوزوهای فلاجل دار هستن. قدشان میتوند یک تا دو سانتی متر تا به صورت اعظمی 20 سانتی متر باشه. شما بریوفایتا رو میبینین، اینا در حقیقت عمدتاً به شکل بسیار غلو، بسیار به هم چسبیده در جایی که رطوبت وجود داشته باشه زندگی میکنند. ساختمان های رو میبینین که در قد گمیت های مذکر و مؤنث یا سپور های مذکر و مؤنث تولید میشه. لیور وورد یا هپاتوفایتا نام فامیل ساختمان های کبد مانند یا جگر مانند داره که به نام جگر واش یاد میشه. جسم از اینا در قد به چند لوب در قد جگرمانند یا به شکل جگر کش شده تقسیم شده هست. هورن وورتس یا آنتو سیروفایتا گفتیم یه حالت بین البینی داره. اینا بیشتر بالای صخره ها یا سنگ ها می رویند، خصوصا در فصول بهار و تابستان بالای سنگ ها و صخره ها نمو میکنن و بعضشان تقریبا شکل علفی داره. تراخیوفایت یا نباتات وسکولار پلانت یا نباتات رگدار که به دو گروپ تقسیم میشه، یکی گروپ کریپتوگام یا نباتات فاقد تخم، دیگه فنیروگام یا نباتات تخمدار. در کریپتوگام های فاقد تخم شما دیویژن پسیلوفایتا، دیویژن لیکوفایتا، سفینوفایتا، تیروفایتا را دارید. قبلا به او اشاره شد در فنریوگام یا نباتات تخمدار در قد اونما نباتات جیمنوسپرم و آنجیوسپرم است. پسیلوفایتا اینا ساختمان های استوانوی یا دارای ساقه های استوانوی شاخشدار هستند.
فاقد برگای حقیقی و ریشه های حقیقی و برگای حقیقی هستند. در قد برگای بسیار کوچک شکل نقطه مانند در روی ساقه های که رنگ سبز دارن قرار دارن. اینا بیشتر در قد رایزومشان با سمارق ها به شکل سامبیوتیک زندگی میکنه، یک میکوریزه را میسنه. لیکوفایت ها اینا توسط برگ های بسیار کوچکشان که به نام مایکروفیلز یاد میشه از سایر نباتات تفریق میشن. سپورانجی های تولید میکنن که اینا در قد در وقت پختگی باز میشن و در قد لیکوفایت ها مشتمل بر لیکوپودیوم سپیشیس و سیلا جینیلا سپیشیس هست که دو در قد جنس بسیار مهم است که در اکثر جای مردم یافت میشن. شما عکس لیکوپودیوم وینوس تولم میبینین که از برگایی که فکر میشه که ساختمان ریسمان مانند داره، برگای بسیار بسیار کوچک ساخته شده که به دور هم دور میخورن و شکل مارپیچ یا شکل ریسمان خود میگیره. همچنان سلاجینلا ولی سیره میبینین که البته ساختمان ای برگ ها نسبت به لیکوپودیوم تا اندازه متفاوت است. سفینو فایتا یا کویزیتو فایتا یا آرترو فایتا خصوصیات عمومیش از ای است که اینا را قبلا گفتیم به نام هارستیل هم یاد میکنن. هارستیل هم یاد میکنن. اینا سپورای تولید میکنن که در قط از جمله نباتاتی هستند که نباتات مولد سپور ویایی هستند و اینا دارای ساقه های بندار میان خالی هستند. اینا فاقد ریشه های حقیقی، ساقه های حقیقی و برگای حقیقی است. برگایشان، شاخچه هایشان و ریشه هایشان در قد شکل خود تغییر میتن. برگایشان و ریشه هایشان شکل حلقوی را به خود میگیره و به دور یک نود یا یک گری می پیشن. فرم در قط ساقهای زیرزمینی رو تولید میکنه که به نام رایزوم یاد میشه. همچنان شما اشکال آستیل یا در قط دومی اسپار میبینین که در سایه مرتوب در تمام جهان یافت میشه. البته شما نبات مذکر و نبات مؤنث یا شاخچه های مذکر و شاخچه های مؤنث شما میبینید که دارای سپورانجا در قد اکویزیتوم اروینس یا میبینید که در قد در یک محل صخره‌ای یا بین سنگ ها رویده. تیروفایتا خصوصیات عمومیشان این است که ناسپور تولید میکنه، نباتات ویایی است مولد سپور هستند. اکثرا در مناطق حاره، در جنگلات حاره می رویند. برگای بزرگ تولید می کنند و این برگا در قد جسامتشان از 1 سانتی تا 500 سانتی فرق می کنند. در صورتی که 500 سانتی یا بزرگ باشه، یعنی نیم متر باشه، حتی بعضی اوقات تا 5 متر بوده می تانه. اینا رو به نام فروند یاد می کنند و اکثرا نباتاتی هستند که سپورهای مشابه تولید میکنند. شما عکس تیروفایتا را در دو جنس، یکی پولی استیکوم که نوع پولی استیکوم براونی است و دریوپتری است فراگرانت است میبینید. اتیریوم فلکس ماکس، اتیریوم فلکس فیمیلنا یا به نام لیدی فرن یا سرخس مؤنث میبینید. همچنان نوع شکل دیگه سرخس مذکر میبینید به نام اسپیدیوم فلکس ماس یا مالفن که در باد نبات طبی است، بیشتر در اروپا متوطن است و ریشی ازی که در قد مرکبات با تاثیرات زده کرم است، کدودانه است، شما در قد میتونید استفاده بکنید. و شما در اینجا فروند ها رو میبینید که یک طرف
طرف تحتانی برگ ها دارای سپورانی هاست که در بین از او سپور انکشاف میکنه. نباتات تخمدار میبینیم که به نام سپرماتوفایتا میشه. خصوصیات عمومیشان ایست که اینا دارای سیستم وایی بسیار انکشاف یافته است. اینا تخم تولید میکنن به اساس سن بندی به دو کلا به دو گروپ بزرگ تقسیم میشن. یکی جیمنوسپرم هاست که شامل دیویژن های پاینوفایتا، سیکادوفایتا، جنکوفایتا و نیتوفایتا، همچنان گروپ بزرگ دیگه که در قد نباتات تخمدار و گلدار حقیقی هستند. آنجیوسپرم هاست شامل مگنولیوفایتا، یه در قد به نام مگنولیوفایتا یا نبات فلاورینگ پلانت یا نباتات تخمدار یاد میشه. به دو کلاس تقسیم میشه، مونوکوت و دایکوت، البته یک مشیمه ها و دو مشیمه ها. تشکر دوستای عزیز، اگر مشکل موجود باشه میتونه از طریق ایمیل آدرس بنده mosiddiqi@yahoo.com و یا تلفن نمبر 0780 86 79 95 تماس گرفته حلال مشکلات نمایید.